به نام خداوند بخشاینده و مهربان، محمد قاسم رستمی هستم، باشنده کابل. اسم سجادی هستم. محمد قاسمی هستم. حدیث رضایی هستم. زهرا حیدری هستم. یحیی یوسفی هستم، باشنده کابل. مبعث به چه معناست؟ سوال خیلی خوبی. مبعث به معنی خود بعثت، به معنی برانگیختن است و همین مبعث هم معنای برانگیختن را داره. مبعث یعنی برانگیخته شدن حضرت پیامبر صلوات الله علیه به عنوان یک شخصی که بتونه تمام انسان‌ها را به راه صراط المستقیم دعوت بکنه. چرا بشر به پیامبران نیاز دارند؟ خب خداوند انسان خلق کرده و برای اینکه انسان اون مسیر که خداوند برایشان تعیین کرده را به درستی طی کنه و هدفش که رسیدن به کمال هسته، نیاز داره به کسی که انسان راهنمایی کنه و خداوند برای راهنمایی انسان پیامبران فرستاده که از بین خود مردم باشه، مردم را درک کنه و در عین حال معصوم باشه، دلسوز و مهربان باشه تا آنها را با او هدف که رسیدن به کمال هسته برسانه. یعنی هر جامعه نیاز به یک راهنما و یک هادی داره و پیامبران الهی همون راهنماها و هادی بشر است. به خاطر که ما ببینیم در اجتماع در هر جای کسیم نیاز به یک راهنما داریم که با ما رو با نشان میده طریق زندگی را، طریق را چه قسم زندگی کنیم و هر انسان مجبور است که باید یک پیامبر در زندگی خود داشته باشیم و پیامبر نزدیک ما، یک پیامبر عقل که در خود ماست و یک پیامبر بیرونی ما نیاز داریم. پیامبر اسلام در چه سالی و در کجا بر رسالت مبعوث شد؟ پیامبر اسلام در سال 40 عام الفیل در غار حرا در سن 40 سالگی به پیامبری مبعوث گردید. پیامبر اسلام در سن 40 سالگی در غار حرا بر رسالت به پیامبری مبعوث شد و از عمر شریفشان حدود 40 سال میگذشت که سال تولدشان اگر سال عام الفیل حساب کنیم میشه سال 40 عام الفیل. آیا در کتاب‌های آسمانی قبلی آمدن حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بشارت داده شده بود؟ یقینا در تورات و انجیل آمدن پیامبر بشارت داده شده که حتی داریم اسمه احمدون، پس در اینجا یقینا معلوم است که بشارت پیامبر در کتب قبلی بوده و پیامبر پیشین، یعنی خود پیامبرهای پیشین پیامبر پیش از خودشان را تصدیق میکرده و پیامبر بعد از خودشان را بشارتش را برای مردم میداده. هم به تورات و هم به انجیل، مثلا ما در انجیل داریم به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم میاین که بعدن همون مسیحیان امروز گرفته بودن ای را، بعدن ترجمه کردن از همون زبان اصلی انجیل به نام ستوده، چون معنای محمد صلی الله علیه و آله و سلم لفظ دین ستوده معنا میدهد، بعدن اونها به همین معنا گرفته بودن. از طرف دیگه در یک کتاب تورات هم آمده بود به همون خاطر بودن که تعداد همون یهودی ها در مدینه خیلی زیاد بود و در کتاب اونها خبر داده شده بود که آخرین پیامبر در چنین جایی میایه، آدرسی مثلا حالا قسم میتونیم بگیم آدرس دیگه در مدینه گفته شده بودن در کتاب از اما خاطر بودن که اونها بیشتر در مدینه زندگی میکردن. وقتی حضرت پیامبر در مکه اعلان نبوت کرد و گفت که من پیامبر هستم و بعد از اون سالها که گذشت مثلا 13 سال میگذره، بعدن اونها که تجارش اینا در مکه میای بعد که میفهمن نشانه ها رو میبینه بعد دعوت میکنه به مدینه اون. اوضاع عربستان و جهان در آستانه بعثت چگونه بود؟ در آستانه بعثت اوضاع جهان طوری بوده که همه جا را جهل فرا گرفته بوده تا حدی که حتی بودن زن یا بودن دختر در خانه ها مایه ننگ و مایه شرمساری برای آنها بوده و دخترانشان را زنده به گور میکردن و آنها در عین جهالت قرار داشتن و بت‌هایی را میتراشیدن و بت‌هایشان را پرستش میکردن و بت‌هایی که از نظر جسمیت یا از نظر سنگشان قیمتی تر بوده اونا مورد احترام بیشتر قرار می گرفته و مردم طوری بوده که یعنی در جهالت خیلی وافی اونا گرفتار بودن. اولین کسی که به پیامبر ایمان آورد چه کسی بود؟ از بین مردان حضرت علی علیه السلام و از بین زنان همسرشان حضرت خدیجه سلام الله علیها. به از طبقه مردان امام علی علیه السلام و از طبقه زنان حضرت خدیجه سلام الله علیها. اولین شعار پیامبر بعد از به پیامبری رسیدن و مبعوث شدن چی بود؟ لا اله الا الله. مثلا وقتی در دعوت های پیامبر هم مشاهده میکنیم اولین کاری که میکنه، این اولین چیزی که با او دعوت خودش رو میکنه
نفی بت‌ها است، مثلا از بت‌ها بد میگه، این کار خود از توحید آغاز میکنه و بعد سراغ مسائل دیگه میره. هدف اصلی پیامبر اسلام اینی یکتا پرستی بود و جمله اولین جمله‌ای که بعد از پیامبر مبعوث شد گفتن جمله لا اله الا الله، یعنی نیست معبودی مگر خدا ان بود. چرا پیامبر از همون اوایل دعوت خودش علنی شروع نکرد؟ چون پیامبر اوضاع را خیلی اونا میدانستن که فعلا اوضاع به حدی نیست، یعنی آماده نیست زمینه و شرایط از این نیست که تبلیغ را همگانی بکنه و علنی آشکار بکنه. بنابر این پیامبر از نزدیکترین افرادشان شروع کردن و تبلیغ را اول به صورت مخفیانه و بعد از 3 سال که نازل میشه آیه 214 سوره شعرا و انذر عشیرتک الاقربین، پیامبر دعوت را آشکارا آغاز میکنه، چون به خاطر شرایط مهیانه بوده قبلش. به خاطر که امروز شرایطی بود که اولا این که برای یک تو یک چیز را بخوایی برای مردم بگی، اول باید این که افرادی باشد که از تو حمایت بکند و نیروی داشته باشی که تو پشتوانه داشته باشی حداقل برای شروع یک کار. به همین خاطر اولین کاری کردن درستش هم همین بود که باید مخفیانه شروع بکند و امو اقوام و کسانی نزدیکانش باشد اونها بهش ایمان بیاورد. بعد از او که یک کمی عادی تر شد، حالا برای در ما بین امو جامعه امو شهری که حضور داشت برای مردم بگه که حالا من پیامبر هستم و مبعوث شدم از طرف خدا جل جلاله. معمولا چه کسانی در ابتدای امر به پیامبر ایمان می آوردن؟ کسانی که به پیامبر در ابتدا ایمان آوردن از جمله جوانان بودن. قشر جوانان خیلی زیاد به پیامبر ایمان آوردن. دلیل از اینکه جوانان به پیامبر صلی الله علیه ایمان آوردن، چون جوانان بیشتر یعنی که انعطاف پذیر هستن و زودتر میتونن اعتقاد و باورهای دیگه را به خود بگیرن، ولی معمولا کسانی که سن زیادی داشته باشن و پیرمردان و پیرزنان، اینا به خاطر اینکه همو اعتقاد باورشان ذهن نشین و ریشه ای شده، زودتر نمیتونن تغییر بتن و می خاطر جوانان بیشتر به حضرت پیامبر ایمان می آوردن و همچنان یک طبقه از مستضعفین هم به پیامبر صلی الله علیه ایمان آوردن که بعدا همه بعضی از یعنی اعتراضهای را هم به بار آورده بودن که فقط به اسلام مثلا مستضعفین باور میارن، اعتقاد دارن، که بعدا با مرور زمان اینا هم حل شدن که به اسلام فقط مستضعفین یعنی ایمان نمیارن، بلکه کسانی که اهل فکر و اینا باشه هم ایمان میتن. طبقات که به پیامبر ایمان آوردن از طبقات مستمندان و مستضعفان بودن، اونهایی که مظلوم واقع شده بودن و بیشتر جوان ها بودن که به پیامبر ایمان آوردن. و به عنوان سوال آخری که دشمنان پیامبر برای خاموش کردن صدای ایشان چه کارهایی را انجام دادن؟ کارهای زیادی کردند، اما اوایل که آیات خیلی زیادی به پیامبر نازل نشده بود، مشرکین مکه شروع کردن به مخالفت. مثلا پیشنهاد ثروت و پیشنهاد یکی ما به تو مقام میدیم و بارها سراغ عموی بزرگوارشان حضرت ابو طالب رفتن که برادرزاده خود از این کار نهی کو، و علتش هم این بود که منافع خودشان در خطر میفتد، چی از لحاظ اجتماعی و چی از لحاظ اقتصادی، چون میترسید که عمو مقام و جایگاه قبلی خود در بین مردم نداشته باشه. و بارها مثلا حتی یک بار پیشنهاد کرد یک جوان را با نام مغیره، یک شاعر جوان و زیبا و نیرومندی بود، گفت ما این شاعر را به شما میدیم، شما محمد به ما بدین. و نه ابو طالب قبول کردن و نه خود حضرت محمد قبول کردن، گفتن به خدا سوگند اگر اینا خورشید در دست راست ما و مهتاب در دست چپ ما بیده، ما از کار خود دست بر نمیداریم مگر اینکه در این راه شهید شوم یا که افراد ایمان بیارن. بسیار کارهای ناسازا انجام میدادن، از اون چنان که پیامبر را اذیت میکردن، میگفتن تو چرا خدا به این حدیگاه هر کاری سر یک جا تو خدا چرا پیامبر ایران میکنی دیگه، نباید مردم تقاضا داشتن، نه ما تر قبول نداریم. هرچنان پیش امویشون رافتن گفتن که این امازاده ایتون به چی حالت رسیده، به چی جای خدا کشانده، کار خود را به پیامبری مبوس میدارد. برگ سبز تحفه درویش از طرف شبکه جهانی هادی خدمت شما تقدیم است. تشکر، زنده باشین، ممنون. سیازه تشکر زنده باشین، انشالله. تشکر خیلی زیاد. سلامت باشین، هر چی که سر شما سلامت باشین.